فرار از مرگ در زندان‌های جمهوری اسلامی. تو هفته‌های اخیر تا امروز زندانیان زندان‌های چند شهر ایران از جمله زندان مرکزی همدان، پارسیلون خرم‌آباد، علی گودرز، زندان تبریز، زندان سقز، مهاباد، عادل‌آباد شیراز و غیره تلاش کردند تا از چنگ خطر حتمی کرونا خودشون رو نجات بدن و از زندونا بیرون برن و فرار کنن. در بعضی از زندانها مثل سقز و خرم آباد اینا بخشی از زندانیا موفق به فرار شدن و بقیه رو سرکوب کرده و ازشون ممانعت کردن و جلوشون رو گرفتن. رژیم با شورش نامیدن تلاش زندانیا برای فرار از مرگ سرکوب وحشیانش رو توجیه میکنه، در حالی که در شرایط شیوع بیماری مرگبار کرونا در سراسر ایران که زندان‌ها استثنا نیستند، بستن در به زندان‌ها به رو زندانی‌ها و حضور نگهبان مسلح بالا سرشون مثل نگه داشتن در کوره‌های آتش‌سوزیه. این جنایت علیه بشریت، محکوم کردن ده‌ها هزار انسان به مرگ حتمیه. جمهوری اسلامی بنا به آمار رسمی تنها در آبان 98 10,000 انسان معترض و خواهان نون و آزادی رو بازداشت و زندانی کرده. ده ها هزار انسان دیگر به جرم های باور و عقاید انسانی و به جرم اعتیاد و توزیع مواد مخدر که بانیان اصلیشون سرداران سپاه و بسیج و مافیای این بخش تجارت کثیفه و کسانی که بدهکارند و معدودی هم به دلایل خشونت و اینا تو زندان ها هستند. با شیوع ویروس کرونا تو زندان های ایران، زندانی های سراسر کشور و خانواده هاشون تقاضا کردند که اونا آزاد بشن و قوای قضاییه جمهوری اسلامی با مرخصی موقتی بخش بسیار کوچکی از زندانی ها میخواد از زیر بار مسئولیت قتل عام زندانیان با بیماری مرگبار کرونا شانه خالی کنه. زندان‌های جمهوری اسلامی همیشه قتلگاه و محل شکنجه و اعدام زندانیان بیشماری بوده. اعتراض و اعتصاب قضا و مبارزات زندانیان برای آزادی و حقوق انسانیشون در تمام چند دهه عمر رژیم وجود داشته و ادامه داره. اعتراض امروز زندانیا در ادامه همین وضعیته، با این تفاوت این بار مرگ حتمی و شیوع بیماری مرگبار جان زندانیا رو تهدید میکنه. کجای فرهنگ بشری فرار از مرگ شورشه؟ تا کی زندانبانا میتونن زندانیا رو در انتظار مرگ حتمی از کرونا تو زندان نگه دارن؟ گیریم همه زندانیا تو دادگاه‌های علنی و عادلانه با حضور وکیل و شاهد و هیئت منصفه و اینا محاکمه و محکوم شدن که این تو سیاست و فرهنگ و مخیله جمهوری اسلامی نمی گنجه. اما فرض کنیم اینطوره، اون وقت تازه این سوال پیش میاد که آیا همه زندانیان تست کرونا شدن؟ آیا برای هر تک زندانی یا دو سه نفر یک مکان سالم قرنطینه و دستشویی حمام مستقل وجود داره؟ آیا بین زندانی محلول‌های ضد عفونی و ماسک و دستکش توزیع شده؟ آیا صف و سالن‌های تجمع و غذاخوری اینا تعطیل شده؟ آیا مراکز پزشکی و پزشک و پرستار لازم در دسترس زندانیان قرار داره؟ اینا وجود ندارن و باز تو جمهوری اسلامی اینا از محالاته. پس تکلیف چیه؟ باید نشست و تو زندان مرد؟ امروز تنها راه باقی مونده جلو پای زندانیان اقدام دست جمعی برای شکستن درب زندان است. شوریدن علیه زندانبانان تنها راه تلاش و مقابله با خطر مرگبار کرونا است. جلوگیری از تلاش انسان برای زنده موندن، سرکوب زندانیان به خاطر فرار از مرگ، محکوم کردن انسان و نگه داشتن در مکانی امثال کوره های آدمسوزی حکومت هیتلره. و نتیجه توقع رعایت جان انسان، احترام به زندگی و زنده موندن از جمهوری اسلامی بیهوده است. حاکمان سرمایه، بردهدارا، اربابان، شورش فقرا و ستمکشا رو جرم میدونن. اونا خواهان قبول بردگی، فقر، گشنگی، ستم، سرکوب، زندان، بی‌حقوقی و قبول بی‌حرمتی و تبعیض و نابرابری هستند.
اما شورش و فرار از زندان هم مثل اعتراض و تجمع و تظاهرات و انقلاب برای آزادی و رفاه و خوشبختی و سعادت و برابری حق انسانه. بشر آزادی خواه هر زمان بخواد و بتونه از این حقش استفاده کرده و میکنه. برای هر زندانی موندن در زندان یعنی در انتظار مرگ نشستن و اقدام دست جمعی برای فرار از مرگ تنها راه نجاته. دستگاه قضایی و امنیتی رژیم میخوان گردانهای نظامیشون رو برای حفظ زندانها بفرستن. دولت با این لشکرکشی علیه زندانیا چند نفر رو میتونه و میخواد بکشه؟ چه فرقی میکنه ما رو تو زندان نگه داری تا در آتش بیماری کرونا دست جمعی بسوزیم یا با گلوله نظامیانتون ما رو بکشید؟ باید بر این جنایتکاران شورید، راه دیگه ای نمونده. مردم ایران، انسان دوستا و آزادی خواهان و خانواده های زندانیان عزیزانشون رو در زندان ها و در کام مرگ کرونا رها نمی کنن. اگه مردم اسیر مصیبت بیماری کرونا نبودن، خودشون درب زندان ها رو می شکستن و فرزندانشون رو نجات می دادن. فرار زندانیا در واقع فرار از مرگ حتمیه. در شرایط بحران کرونا که مردم دستشون بسته است، همه زندانیان کشور حق دارن درب زندان ها رو بشکنن و جون خودشون رو از مرگ حتمی بیماری کرونا نجات بدن. مردم آزادی خواه در سراسر ایران خواستار آزادی کلیه زندانیان برای نجات از خطر بیماری کرونا هستند. مردم اجازه نمیدن زندانیان فراری به قتلگاه زندان و تحت شکنجه و آزار برگردونده بشن. جمهوری اسلامی مسئول جان زندانیا در مقابل خطر بیماری مرگبار کرونا است. همه زندانیان کشور باید فوراً آزاد بشن. این خواست مردم ایران و خانواده های همه زندانیان سیاسی و عادی و همه انسان های آزادی خواه و شریفه.